بسم الله الرحمن الرحیم. به این استه سلام بر محمد و آل محمد شروع میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اتون فرج از سلام عدم خدمت برزندان خود با آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما و خانواده‌های گرامیتون. ایام شهادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و امام مجتبی و امام مجتبی موجود و سرمان علیه مجتبی رو خدمتتون تسلیم عرض میکنم و همچنین با آغاز ماه خیر برکت ربیع الاول شده که هر روزتون عید باشه و شادی و نشاط و از کنم موفقیت در این ماه برای شما بسیار زیاد بشه و بشتن از دوستان پر برکتی هم که در این ماه هست حد درسیار استفاده رو داشته بشه. خب ما بحث بیگ دیتا رو داشتیم رو مخواستیم به دیتا ماینینگ به پردازی عنوان مرکز اصلی کلاس بچون دیتا ماینینگ ارز کنم خدمتون یکی از راه حل‌ها و راهکارهایی هست که برای حل چالش‌های مربوط به بیگ دیتا درست شده و در این بستر شکل گرفته. بنابراین ما بحث بیگ دیتا رو که خواستگاه این رو پاسخ ها هست، یعنی مثل دیتا ماینینگ و این دیتا رو مبنامه رو بدیم به خدمتون توضیح میدیم و بعد وارد بحث دیتا ماینینگ یعنی به صورت متمرکز وارد بحث دیتا ماینینگ یعنی که جایگاه دیتا ماینینگ در این تجربه بالای داده ها کجاست و ارز کنم خدمتون که چگونه میتونیم از این ابزار و از این راهکار برای حل پردازش داده های با حجم بالا استفاده کنیم. مواسط مختلف در مورد بیگ دیتا و ویژگی هاش و اینکه چالش یا فرصت و اینکه چه دلایلی و چه عواملی باعث ایجاد بیگ دیتا میشن به خدمتتون عرض کردیم. الان بحثم این هست که چجور میتونیم از بیگ دیتا پرهیز کنیم، چطور میتونیم مثلا اگر بیگ دیتا رو یک چالش ببینیم چطور میتونیم از خودم خودداری کنیم از به وجود اومدن این چالش و به اشخاص این توصیه رو کردیم. برای اینکه این چالش بیگ دیتا شکل نگیره و نیازی به این اقدامات مسترده برای حل و پاسخ به این چالش نباشه، خب موارد مختلفی رو اینجا مطرح کرده که درس کنم خدمتون قابل توجهه. حالا به طور کلی اینو گفته که اصلا هیچ چیزی آنلاین پرداخت نکنید، مثلا فقط نقدی پرداخت کنید، تلفن استفاده نکنید، این شبکه اجتماعی استفاده نکنید، اصلا آنلاین نشید. خود این آنلاین شدن هم خودش لایک سرد میکنه و نهایتا اینکه اصلا از منزل خارج نشید. حتی حالا اینکه منزل خارج نشدن یکی از چیزاست، یعنی به معنی این نیست که اگه از منزل خارج نشیم مثلا الان که دوران کرونا هست و اکثر منزل هستن بنابراین با پدیده بیگ دیتا رو برو نمیشیم.
الان اگر منزل باشیم تازه مقدار فکر میکنم مشارکتمون در ایجاد بیگ دیتا بیشتر باشه. اون بحث اینه که اصلا آنلاین باشه یا هیچ استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نداشته باشیم و الا هر استفاده ای که از این فناوری ها انجام بدیم نهایتا منتهی میشه به ارز کنم خدمتون بیگ دیتا. بنابراین توصیه شده که اصلا به سمت استفاده از این فناوری ها نریم و به صورت سنتی زندگی کنیم تا بیگ دیتا رو ارز کنم همین که شما لاگین میکنید همین که سب آنلاین میشید همین که مثلا فرض کنید کنم خدمتون وایفایتون رو فعال میکنی یا مثلا داده همراهتون رو فعال میکنی خودش باعث تولید بیگ دیتا چون لاگی از شما ثبت میشه برای گروپ یا اون آی اس پی و زمانی که شما تا وقتی وصل هستید حتی هیچ کنشی هم انجام ندید تایم میندازه که مثلا این شخص از ساعت مثلا 8:22 مثلا تا 11:20 وصل بوده و خود این دوباره میشه بیده باعث بیگ دیتا میشه. اون لاک ها هم خودشون یکی از عوامل بسیار مؤثر در ایجاد بیگ دیتا هست. بنابراین عرض کنم خدمتتون که پس هیچ کاری به هم انجام بدیم بیگ دیتا وجود بیاد به وجود نیاد یه اصلا امکان پذیر نیست. پس خود داریم دنبال راه حل و نباید صرفا به این بحث بسنده کنیم که خب یعنی رو کرده انفعالی نباید داشته باشیم و عرض کنم خدمتون که باید به صورت عرض کنم خدمتون من یه لحظه باشید به پیامی باید تمرکز رو به هم زد. بنابراین ما باید دوما راه حل باشیم روی کرده انفعالی نباید داشته باشیم باید به صورت عرض کنم خدمتون به صورت نقش فعال ایفا کنیم و دنبال راه حل باشیم که ما در حال فناوری های اطلاعاتی ارتباطی که سالها روشون کار کردیم رو کنار بگذاریم و بعد بیاییم سراغ این که خب اصلا به این نجرسیم که این فناوری ها باعث پدیده ها و چالش های مثل بیگ دیتا میشن پس اصلا ازشون استفاده نکنیم. خب این درست نیست، این راه حل مناسبی نیست. بنابراین باید بریم به سمت چی؟ باید بریم به سمت عرض کنم خدمتون استفاده از ابزارها و بعد راهکارهایی که میتونه به این چالش ها پاسخ بده و مشکلاتی که بعد حجم بالای داده ها ایجاد میکنه حل کنه. ما همین رو مثلا نمونهش میتونیم توی به عنوان مثال ترافیک داشته باشه. شما اگه نام کنید خب مثل این که ما بگیم که یه اصلا هیچ ماشینی تولید نشه اگه میخوای مشکل ترافیک حل بشه هیچ ماشینی تولید نشه ماشین هایی هم که الان هستن اینا پرسیده شناخالسه از دور خارجشون کنیم و نهایتا برسیم به این که ارز کنم خدمتون که به این مقصد برسیم که ها مثلا هیچ استفاده از ماشین نشه و مثل سنتی های پیاده برن مثلا یا با دو چرخه برن یا با مرکب برن. اونی که نه درست نیست برحال بشر کلی تلاش کرده دانش هم اندوخته پیشرفت علمی داشته برای اینکه اومده وسایل نقلیه رو ارتقا داده ماشین درست کرده و برای که افراد راحت باشن و ترددشون سهل بشه و سریع بشه. خب اونجا شکار میکنیم اون راهکار ترافیکی درست میکنیم. میدونم بزرگ راه ها
عرض کنم خدمتتون، ابزار مثل چراغ های قرمز، نمیدونم دور برگردون ها، اینا همه راه حل هایی هستن که ما برای حل مشکل ترافیک ایجاد میکنیم، یعنی اتخاذ میکنیم و استفاده میکنیم برای اینکه مثلا مشکل ترافیک نداشته باشیم، برای اینکه بیایم صورت مسئله رو پاک کنیم. اینجا خب روی کرده میشه روی کرده من فعلانه در خصوصی بیگ دیتا هم خب همین مسئله هست، یعنی اینکه خب داریم سراغ راهکار رو که مشکل حل کنیم. چرا؟ چون قطعا اگرچه خودش یک تهدید و چالش حساب میشه، اما عرض کنم خدمتتون که ما هم باید بریم به سمت عرض کنم اینکه به هر حال خودش به خودی خود فرصت هایی رو ایجاد میکنه، یعنی اگرچه چالشه اما قطعا فرصت هم هست. همون دست ماشینی که عرض کردیم، اگرچه زیاد شدنش یه تهدید و چالشه، اما به خودی خودش خیلی عالیه، به خاطر اینکه بر تردد و تسهیل و تسریع میکنه و خیلی کارا رو میتونه انسان با وجود اون وسیله نقلیه انجام بده. بنابراین پس باید به فکر این باشیم که سلوشن هایی پیدا کنیم که این سلوشن اون بعد چالشی و تهدیدیش رو حذف کنه و بعد کنیم راهکار ها باید به این شکل باشد، اون بعد چالشی و تهدید بودنش رو حذف کنه یا حل کنه و پاسخ بده و در این حال بتونه حد اکثر بهره‌وری رو از فرصت هایی که ایجاد کرده ببره، یعنی یکی استفاده است، یعنی حد اکثر بهره‌وری از فرصت هایی که ایجاد میکنه، یکی هم به هر حال پاسخ به چالش ها و حل مشکلاتی که وجود داشته. این خیلی میتونه عرض کنم خدمتتون رویکرد مناسبی باشه و همیشه بشر همه رویکرد انتخاب کرده برای اینکه به هر حال روش کنه شاخص های زندگیش، شاخص های بهبود زندگیش، بهبود کیفیت و کمیت زندگیش ارتقا پیدا کنه، همیشه تلاش کردی که به سمت راه حل ها باشه. خب چه فرصت هایی رو بیگ دیتا برای ما ایجاد میکنه؟ یا چه حجم بالای داده باعث تهدید میشن؟ اما فرصت های زیادی هم به وجود میاد. یکی از اینها تولید دانش جدیده، یعنی به دلیل اینکه وقتی حجم اطلاعات بالا باشه، با ایجاد تعامل بین اونها ما میتونیم به دانش برسیم. یا دانش جدید باید برم کشف دانشه، تولید گفتم مناسب نیست، ما کشف دانش داریم، یک منابع میارن تولید ولی اصطلاح مناسبی نیست و کشف دانش سریعه، چون دانش وجود داره ما خواهد کشفش میکنیم. وقتی حجم دیتا زیاد باشه، امکان تعامل بین اونها هم زیاد میشه، به شرط اینکه ساختارمند باشه دیگه. وقتی حجم داده های ساختارمند داره بالا، امکان تعامل بین اونها امکان پذیر میشه و ما میتونیم دانش بیشتری رو کشف کنیم. وقتی اطلاعات بیشترن، با تعامل بین اونها دانش بیشتری هم کشف میشه. مثلا فرض کنید که یه شخصی که سه تا کتاب مطالعه کنه دانشش بیشتره یا صد تا کتاب، و حتی هرچی بیشتر مطالعه کنه اطلاعات بیشتری رو درکی کنه و میتونه با تعامل بین اونها به دانش بیشتری برسه. این میشه یکی از فرصت هایی که بیگ دیتا برای ما فراهم میکنه. نکته بعدی
عرض کنم خدمتتون امکان ایجاد بافت. ببینید قبلا توضیح دادیم اینا رو مفصل، ما اگر ما معانی رو از کانتکست ها درک کنیم به بعد حتما یک کانتکست به وجود بیاد تا به دانش برسیم، و این کانتکست زمانی دانشی که دانشی که ازش کشف میشه مناسبتر و سطح بالاتری از شناخت رو برای انسان ایجاد میکنه که تمامی عوامل مؤثر در اون بافت، عواملی که اون بافت رو شکل میدن شناسایی باشن. یعنی این که عرض کنم خدمتون که همه این عوامل باعث بشن که ما متوجه بشیم که همه این عوامل شناسایی کنیم کنار هم قرار دادیم و نهایتا نتیجه بگیریم. خب بحث اینه که ما توی محیط ماشین هم گفتیم چون داده ها بازنمونه موجودیت ها و صفاتشون در حال واقع هستن، بنابراین اینجا هرچی بتونیم اینجا داده های بالا یعنی اینکه بازنمون مناسبتر و سطح بالاتری از محیط بیرون به حساب میان دیگه، یعنی هرچی داده ها میره بالاتر یعنی ما عوامل بیشتری که دخیل هستن در اون بافت رو دریافت کرد. این عرض کنم خدمتون میشه چی؟ این میشه و این باعث میشه که بافتی هم که در ماشین به وجود میان بازنمون جامع تری باشه. هیچ وقت نمیشه اون بافت رو کامل کرد، اصلا امکان پذیر نیست، ولی جامعتر میشه کرد، کاملترش میشه کرد، و این بافت جامعتر و کاملتر باعث میشه که سنس میکینگ به وجود بیاد، معنا بخشی به وجود بیاد، در اون تونی معانی بیشتری رو درک کنه. به این خوبی چیز طبیعی هست. درست. خب نکته بعدی